ببخشید. اونجا چرا میری؟ اون واگن دوه، واگن سه، واگن یه. من کیا؟ خانوادت؟ میخواستم بیان ایسکا و اصلی نیوردمشون. ببین طلا، چرا اینجا؟ اینجا یکی منتظرمونه. کی؟ آقا میخوام قفلشو بگیری، واسه همین تنها اومدم ایسکا. میخوام قسمت بدم، بیبریم.
رسیدی. وای دلم خیلی شور میزنه علی، بهشون گفتی تو رو خدا؟ بیا ترا، هر کیو من بخوام عزیز و آبچی من میخوام، بی خیالش با یه تو بیا. عزیز مریم، آبچی کجایی؟ سلام آقا داداش. سلام مریم، بیا چلو، بودو بیا چلو آبچی، بودو. تالا خانم اومده. سلام خانم. سلام، خیلی خوش اومدین، رسیدن شکرم قربون شما. دمه در خوبیت، برو بریم تو. بریم، دو سه روز منتظرتونیم، میبخشین نایمدیم پیش باز. همه اختیار دارین، علی گفت که کار داشتین، من راضی به زحمتون ندیدم. بیرا مریم، عزیز کجاست؟ تو اتاقه. تعارفشون کن داداش. بی خیالش، تعارفی نیست آبجی، این خودمون میمونه. بیا بالا، نخوری زمین، مواظب باش. خجالت بزی کنارا. عزیز از بیا تو دم در وانست و بریم تو. سلام آده، مهمونت اومده. سلام خانم، قبول باشه. سلام به روی ماه دخترم، خدا قبول کنه. خوش برو شلو ترا، برو غریبی نکن. صفا آوردیم. قربون شما خانم، حالت چطوره؟ دیر کردی مادر. تأخیر از ما نبود مادر، قطار تأخیر داشت. عروس خوب خونه بیا، دیر و زودش فرقی نداره. زنده باشین خانم جون. ایوا چرا وایستدین؟ بشین مادر، بشین. بشین بشین خانم. خوش اومدی. پس چرا تنها اومدی مادر؟ والا خانم. آره مادر، تنها اومده. فعلا سوال پیچش نکن، کلی را اومده خسته است. خستگیش مال دشمناش. اینجا خونه خودته دخترم. وای اینقدر خور شدم که یادم رفت براتون میوه بیارم. صوفیه در حجره علیا بردم. زحمت نکشین تو. اختیار دارین چه زحمتی. بفرمایید، دست شما درد نکنه مریم. قربونت، میبینی آبجیم چقدر خوشگله. ماشاءالله، هزار ماشاءالله. اگرم بودم تو دیروز بودم. حالا که طلا خانم اومده دلت میاد داداش به من بگی خوشگله. اختیار داری مریم. شما تا حالا شهر ما اومده بودی؟ آره خیلی پیشترا. من که تا حالا شهر تهرون رو ندیدم. خدا قسمت، همش فکر خودشه. داداش جون، به سلامتی. که شیرینی رو میخوری؟ هر چی زودتر بهتر آبجی. خودتون چی فکر کردین مادر؟ هر چی شما بگین. من فقط میتونم قول بدم که لیاقت شما رو داشته باشم. حتمنم داری. پسر من خوب میدونه چجور دختری رو بیاره پیش مادرش. من همیشه گفتم واسه عروس نجابت از هر جهازی قیمتی تره. دوشنبه هفته دیگه تولد امامه، ساعت داره. مریم جون، من دارم میرم همون مادر. سماور نخوزه. برگردی طلا خانمم بیدار شده. بذار خوب بخواب. تبرکی دیشب تو قطار گذرونده، خسته و کوفته است. نخوابیدی؟ بینا چت شده طلا؟ چرا هیچی بهشون نگفتی؟ توقع داشتی چی بهشون بگم؟ ما که همه حرفامونو زدیم. من اینجا زیادیم علی، مثل یه وصله ناجور. اونا نمیتونن منو قبول کنن. اونا چیزی از تو میخواستن. خواستم چه جور آدمی هستی؟ میترسم علی، میترسم. نه ترس طلا، به من تکیه بده، همه چی درست میشه. به دوستات، به آشناهات، به مردم چی میخوای بگی؟ مردم Thank you.
خاطر چی هستی قاسم؟ یالا دیگه. راست میگه قاسم. علی کار داریم. شما کی هستی؟ غریبه نیست، در واکو. داداشم خوابه. ببین بهتره بیدارش کنی همشیره، کار واجبی داری. مهمون داری. زکی شنافتین چی گفت؟ گفت مهمون داری. خب ما هم همون مهمونشو میخوان. یالا صداش کن وگرنه میریزیم. آخن درو داداش چیه؟ چه خبر شده؟ جلوی راه پره داشت. برای چی؟ خدا آدم تو رو میخواد. یه جوری نگاه میکردن، یه جوری حرف میزدن. چی شده علی؟ چیزی نیست. نمیدونم کیا بودن. قاسم بود. بقیهشون هم آدمای محل بودن. ولی من مثل همیشه میخواستم به زور بیان تو. آها علی! دیر چادر بچه چی قایم شدی؟ ما آمدیم دنبال همون. ما طلا رو میخواد. ای قربا تا بزا ببینیم. داداش نرو، برا خدا نرو. خودش را کیا خودت دیدم؟ خودت دیدم؟ داداش ما فقط بودم میخوای ما رو باشی هم زیر علم کسی نمیدادیم. کلاتا بذار بارتر امیر حاج اسلام. چی شد اون نهره هاتون؟ این جواب ما نشد. اون زن تو خونه توه یا نه؟ چی کارش دارین؟ راسته که اون اینجاست. اینجاست مش اسما، تو خونه من، به این زودی هم نمیره. چی داری میگی علی؟ آره کابله ای. اون زنی که شماها با خفت از این شهر بیرونش کردین، من آوردمش اینجا. آوردمش تو خونم. حالا میخواین چی کار کنین؟ یه رفع دیگه بکشینش؟ یه رفع دیگه آوارش کنین؟ از خونه و زندگی از حسی بندازینش؟ آخه مگه خودتون کی هستین؟ یه دفعه درست حسابی تو آینه خودتون رو دیدین؟ اگه شما حق زندگی دارین اونم داره. من این حق رو بهش میدم. ما نمیذاریم. تو از کی تا الان ما شدی هارون زاده؟ یادت رفته تو کدوم عذاب خونه ای افتادی رو خشت؟ هارون زاده اونه که یه سینه کفتری رو برده پیش ننه و آبتیش نشونده. مارتی که گفت زد میشه بیدا. خدایا مرد دادی این حرفا رو نمیشنفتم.
سر همون هر کی بهم رسید گفت که چه تاجی به سرم زدی. اون یه عمر بدبختی کشیده، کسی رو نداشته که بهش محبت کنه. مادر، تا حالا هر چی بوده تموم شده و رفته. چطور میتونه پاک باشه؟ از سر همون تا اینجا هزار دفعه مردم و زنده شدم، انگار دنیا میخواست رو سرم خراب بشه. بعد از این همه خونه دل خوردن و پسر بزرگ کردن خوب جوابمو دادی. اون قسم خورده مادر، توبه کرده. توبه گرد من؟ اینجور زنها مال خونم زندگی نیستن. سرتو برگردی آبروتو بردن. اگه فکر خودت نیستی فکر عزت و حرمت خونوادت باش. فکر این آبجی سفر مردم از اونها که فردا میخواد شوهر کنه. آخه من نامستمم آدمم مادر، من اونو دوست دارم، میخوام بگیرمش. شیطون افتاده تو پوستت، تا بیشتر از این گولت نزده بفرستش مادر. خوب حرفمو گذاشتی کف دستم علی، یا اونو میترسی بره یا من این طفل معصوم رو بده میکنی. تلا تلا اون رفت. داداش اون به من احتیاج داره مادر. شما هیچ وقت نمیتونین منو ول کنین، چون من از خون و پوست شما هستم. هر وقت ما رو قبول کردین خبرم بیام. داداش نرو، تو خدا نرو. حالا برگرد علی، برو پیش اونا. به این زودی زیر قولت زدی؟ نه علی، اگه جونم بره قولم نمیره. اما نتونستم اشکای مادرتو ببینم. اونا راست میگن، من جون سرشکستگی و خفت چیزی واسه تو ندارم. کی اینو میگه عزیز؟ همه میگن دیگه، داره خودمم باورم میشه. خدا من چه بد شد. اون آدمی که جمعیت رو کشونده بود جلوی خونه در، از طرفش من بودم نه تو. چند بار پیغام داده بود واسه مریم، اما من جوابش کردم. حالا میخواست تلافی بکنه. اینا که آدم نیستن، بی صفتن. فکر حرفای اونا رو نکن. عزیز و مریم چی؟ برگرد علی، امشب خونوادت رو از دست دادی، فردا رفیقات رو، بعدش شاید همه مردم، آخرش من میمونم و تو. آره آخرش من میمونم و تو. من به همینش راضیم. بریم تلا راوی، بریم تلا. سلام رحمان. سلام علی آقای گار، نوکرتم. چه عجب یاد ما کردی. آقایی میخواستم یه امشب پیشت بمونم. نوکرت میشم رو چشم، بفرما تو. والا میدونی چیه، من تنها نیستم. کیه؟ جنسه؟ دورش که خیلی خوبه، نزدیکش حتما بهتره. زودتر خبر میدادی اقلا یه جای جور میکردم. گوش کن رحمان. میدونی علی جون، من که دوست نرم حرفتو زمین بندازم، اما نوکرتم، زن و بچه‌مو چی کار کنم؟ راست میگی، فکرشو نکرده بودم. ماشال خسته نباشی. سلام علی آقا، خوش اومدی. بفرما تو، چرا دم ده؟ بیا طلا، برو اونجا بشین.
این وقت شب چطور از این طرف ها؟ حالا احوال خوبه آقا. ای به لطفت. چمدون دست کجا به سلامتی؟ جایی نمیرم. یه اتاق میخواستم. باز خودت؟ آره دو نفریم. واسه امشب. خانم والده حالشون چطوره؟ سلامت باشی. جریان امروزت شنفتم. عباس اینجا بود. بعد روزگاری شده. بفرمایید، بفرمایید. دیگه کسی معرفت و کوچکتری و بزرگتری سرش نمیشه. ببینم. میخوای از اینجا بری؟ اگه امشب بهمون اتاق بدی فردا میری. من سر سفره نون و نمک خوردم. اما ملت اینجا رو که تو بهتر میشناسی. همه‌شون منتظرن یه چیزی رو واسه یه نفر شاخ درست کنن. میفهمم. اگه خیال میکنی واسه درد سر داره فراموشش کن. یعنی که چی؟ امشب چی کار میخوای بکنی؟ چه میدونم؟ تو ماشین میخوابیم. یه کارش میکنیم دیگه. میخوای یه عمر خجالت تو بکشم؟ دو تا اتاق بهتون میدم. جداست اما بغل همه. دیگه کار دیگه نمیتونم بکنم. خدا عمرت. چی شد؟ هیچی. پاشو. پاشو بریم بالا. قراره یه مرد پیدا شد. بفرمایید. برو بریم. بیا. بیا. شما بفرمین اینجا. چیزی نمیخواهن؟ نه. چایی هم میتونم براتون درست کنم. دست درد نکنه آقا مشاور. تو به چیزی احتیاج نداری؟ نه فقط خیلی خستم. شب بخیر. خیلی ممنونم آقا. شب بخیر. کاری نکردیم خانم. خب آقا مشاور صبح زود منو بیدار کن. چشم. چشم. بیوالا علی آقا جونا میدونی؟ من به عاقبتش کاری ندارم. همین که پای این زن وایسادی و تو روی همه شون در اومدی کلی غیرت به خرج دادی. وقتی شنیدم و کیف کردم. این خودش خیلیه. قربون تو آقا ماشا. زنده باشی. سلامت باشی. شب بخیر. شب بخیر. زدم وایسادم. تازه این اول راهه. من تا تهش میرم. گوش میکنی؟ ای تلا گوش میکنی چی میگم؟ تلا کارتون پرتغالا بوده. اینم بارنامه شد. جای علی آقا امضا کردم. برو بده بشه ببره. چش.
سلام علیکم علی آقا. سلام علیکم آشتی. صبح بخیر علی آقا. صبح بخیر سید. حالت چطوره؟ قربون شما. دیروز نیومدین علی آقا. نتونستم. مهمون داشتم. خب چه خبر؟ پارا اومد؟ بله. خوب وارسی شده؟ آره بچه ها مشغولن. خب. زن خانم. آقارم آوردن. آقارم آوردن. آره. ای وای آقا ماشاءالله شما خیلی به زحمت افتادید. حرفا چه خانم جون، من همیشه آرزو میکردم عروسی علی آقا به شما بتونم حسابی خدمت کنم. امروز که کار شما نکرد. خیلی محبت کردید. بفرمایید تو آقا. یا الله. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. چرا اینقدر دیر کردیم؟ ای بابا دیگه از این زودتر که نمیشد. با من کاری نداری. ببخشید عروس خانم ایشون هستن؟ به میمنت و مبارکی لطفا شناسنامه هایشون را بدهید. علی آقا شناسنامه‌تون. شاش اینم شناسنامه. کارگرام منتظرن زودتر شیر بخورن. شاهدمون هم ایشونن، مدیر اینجا. قبول است. بیرون باشو که بعد بله کنم. علی جون بفرمایی پای سفره. باشه بیشین تالا جون بیشین. الهی با امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. خبر شده؟ یه دقیقه بیا. طور شده؟ نه چیزی نیست بیا. بفرمایید. موضوع قاسمه. الان تو بیمارستانه، حالش خوب نیست. یه دقیقه معجزت. چی شده علی؟ آروم باش طلا، چیزی نیست. قضیه ای دعوای دیروزه. باز باشون برم کلونتری. مگه طوری شده؟ هنوز معلوم نیست. سرکار میگه تو بیمارستانه. من چی کار کنم؟ یه دقیقه اجازه میدین سرکار؟ خواهش میکنم. گوش کن طلا، من باید برم. به امید خدا طوریش نمیشه. جان ازت شرمندم. دارم پشت سر هم بعد میارم. روز اول عروسیمو میبینی؟ من دیگه جایی ندارم طلا رو بفرستم. ازت میخوام اینجا که... هست. فعلا خیالت راحت باشه. توکل به خدا کن. ایشالله که اتفاقی نیفته. آروم باشه. کسی هم شهادت داده؟ احادی محل. لطفا زیاد طولش نده. دیروز سرش دعوا کردی، امروز آوردنت کلانتری. ای عزیز، امروز صبح عقدش کردم. یعنی اون عروس منه؟ همون هر جایی؟ عزیز! خدایی کی نفرینمون کرده؟ تقاس کدوم گناهو داریم پس میدید؟ بس دیگه عزیز. ببین عزیز، من به کمکت احتیاج دارم. واسه همین فرستادم عقبت. اون الان تو مسافرخونه آقا ماشاله. ببین عزیز میخوام ببریش خونه. خیلی دلواپسشم. خودت میفهمی چی داری بهم میگی؟ فقط تا وقتی که من از اینجا در میام. چند روز بیشتر طول نمیکشه. شبونه ببرش که کسی نبینتش. تو هم خجالت نکشی. خودم که میبینمش.
چطور میتونم با یه همچی زنی چش تو چش باشم؟ عزیز، اون زن منه، عروس تو. اون عروس من نیست. دیشب که رفتی بیرون گفتم ردش میکنی و برمیگردی. حالا که رو دل من پا گذاشتی و گرفتیش، خودت میدونی با اون. نباشی آقا مشاد. سلامت باشی علی آقا. قاسم هنو بستریه، هرچی پیغون براش فرستادم بازم رضایت نمیده. اینا ما رو ول نمی کنن، پرونده ناجوری فرستادن اینجا. همه این محله رو هم شاهد آوردن. اما من فقط دلواپس طلام. دلواپس من نباش علی. آقا ماشالله از زندگی افتاده. بهش بگو آقا ماشالله چرا ساکتی؟ بگو که چه بلایی سرت میاره. چی شد آقا ماشال؟ پنجره های مسافرخونه رو شکستن. رفیقای قاسم متصل جلوی مسافرخونه وایسادن و حوار میکشن، سنگ میزنن. همش به خاطر منه. هر کی بخواد دستمو بگیره میشه دشمن پیغمبر. آروم باش طلا. دو روز پیش کاغذ اکبر اومده بود، همون که همیشه تعریفشو میکردم. همونی که تو زندونه؟ حالا اومده بیرون، توی یه مهمونخونه بس نشسته که من براش پول بفرستم. یه نامم میدم که سرراش بیاد اینجا تو رو به خودش ببره تهرون. این همه آدم آزاد توی این شهری، تو چطور به یه زندونی اطمینان میکنی؟ بعضی وقتا سگ بسته است، اما دوز وازه. پاش رو پاهات وایسا، فقط یه روز طاقت بیار. امشب نامه و پول میرسه دستش، فردا حتما اینجاست. شمایی؟ حالا خودم هم کاری داشتیم. من اکبرم، رفیق علی. آره اکبر آقا، منتظرتون بودی. خیلی خوش اومدی برادر، بفرم. کی؟ ماشالله. بفرمایی تو آقا ماشالله، دروازه. سلام علیکم. سلام. سلام خانم، اکبر آقا اومدن. اکبر؟ سلام خانم. سلام اکبر آقا، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین، ما منتظرتون بودیم. به لطفتون. شما چطوری؟ ای این علی آقا ما رو خیلی دل بپس کرده. والا چه میدونم، خودم هم این چند روزه نصف العمر شدم، اصلا دو شب خواب به چشم نمیاد. نمیدونم بالاخره چی میشه. همین نوشته بود فقط دلشوره شما رو بره. ما ندیده رو شما خیلی حساب بکردیم. ما هم که سر موقع رسیدیم. قضیه دادسرش هم خیال نمیکنم چیز مهمی باشه. روزی صد تا سر شکسته میشه، حق و ناحق. این یکی رو که میبینیم بیخ پیدا کرده، یا از دق به دلیه، یا اینکه یارو رو تحریکش میکنن. خب حالا چرا نمیفهمین بشین؟ من برم ترتیب ناهار رو بدم. علنه برمیگرد. باشه. قربون شما. ببین من براتون آویزون کنم. خواهش میکنم، شما زحمت نکشید. ای بابا چه زحمتی.
علی نوشته بود که خیلی تو درد سر افتاد. حالا که شما رو میبینم میبینم میارزه. ما پری روز عقد هم شدیم توی همین اتاق. پس ما تو هجله خونه نشفتیم. چه هجله؟ بله رو که گفتم مامورا بردنش. هرچی میکشه گناه منه. اون سر من با همه در افتاد. مردی به در افتادنه. اگه قرار بشه که همه کوتاه بیانم حسرت همه چی رو تو دلشون نگه دارن، دنیا دیگه میشه قبرستون. اکبر آقا، من خیلی ممنونم که شما اومدین. در من نیم رو که نشد نهار. من هیچ وقت خورش نمیخورم. گفتم که بعد خوراکم فعل پاسه دوست دارم، اما نه فعله شو میخورم نه پاچه. بابا چی دوست داری؟ واسه زبونه مغز. مثلا حلیم بالمجون دوست دارم، اما قیل بالمجون بارم یا کشک بادمجون چی؟ اگه شما درست کنی شاید. تقصیر خودت نیست اکبر آقا، سر بد سفره نشستی. شاید واسه اینه که سر سفره بابامون نون نخوردیم. چرا اکبر آقا؟ واسه اینکه بابامون سفره نداشت، مال مادرمون بود. تا ما رو دست این دفتی بله در. علی همیشه به میگفت تو باز با یه آشپز عروسی کنی، چون اگه دعواتون بشه حتما سر پر. شما شما این؟ آره خودم کاری داشتی؟ من اکبرم، رفیق علی. دفعه بهت بگم اکبر رفیق علی منم. کی گفته اون اکبره؟ خودش. اونم مثل شما با یه ساک اومد گفت من اکبرم رفیق علی. علی دیدش؟ نه. کسی بود که اکبر رو بشنسه؟ جز علی هیشکی. اونم که نهیدش. اکبر سلام.
کجایی مرد مردان؟ علی جون چشم شهادم کردی پسر. وقتی گفتن دو نفر اومدن ملاقاتیم شستم خبردار شد که بالاخره همت کردی اومدی. طولش ندیم، من بعد 6 سال دارم رفیقمو میبینم، یه خود کم زیاد حساب کن سرکار. خب تعریف کن ببینم چرا تا حالا نرفتی؟ کجا نرفتم؟ تهرون؟ دیروز سلا گفت داری راه میفتیم. من الان رسیدم علی. یعنی چی الان رسیدم؟ یا فاطمه زهرا چی شده آقماشتار؟ حرف بزن اکبر، من که گیج شدم نمیفهمم چی میگی. گفتم من الان رسیدم علی، اون آدمی که دیروز اومده من نبودم. تو نبودی؟ پس کی بوده؟ کی بوده آقماشتار؟ لفت تکون پیرم از کی بوده؟ من که نمیدونم، گفت اسمش اکبره. اسمش اکبر اینه، من رفیق اینه. اونم گفت رفیق کم و زیاد تو میدونه، از همه چیت خبر داشت. من یه خودت سوقاتیشو نیدی؟ چی کار کردی علی؟ زن تو دست کی سپردی مرد؟ شما شیدی نمیخوریم؟ گشتم نیست، شما بفرمایید. نکنه با سر غذا اینجا نیم رو دارن ها؟ ببینم چرا اینقدر ساکتی اکبر آقا؟ آخه هیچی نمیگی. چی بگم؟ من خیلی اذیتت کردم. این چه حرفیه؟ من در هر حال سرم یه سری به علی میزنم. پس چرا نیومدی ببینیش؟ خب اینم از بدشانسی من بود، درست جایی بود که نمیتونستم. بهش که گفتی؟ آره گفتم، اما خیلی دلش میخواد شما رو ببینه. منم مثل اون، ایشالا چند روز دیگه خودش میاد. تهرون کجا میری؟ میریم خونه ما پیش مادرم و خواهرم. آدم های بی آزار و خوبی هم. همینا تقیل لطفا زیاد طولش نه. یه نگوش در طول نمی کشه، فقط حالش می پرسن. نفع می دارم. چی شد؟ چرا در بستی؟ بعضی کارا رو باز تو اتاق در بسته انجام داد. تو کی هستی؟ دکتری یا پرستار؟ اسرائیلم. انگاری حالت خوب نیست، کی تو رو را داده؟ تو چی میخوای؟ من وقت زیادی ندارم، پس خوب برفام گوش بده. اجباری ندارم، اصلا تو کی هستی؟ شناسنامته؟ آره شناسنومه، خودم سوزوندمش تو زندون. میدونی واسه چی؟ واسه اینکه یادم نره یه بی‌معرفت به هم نارو زد. یه زن واسه من زن و مرد توفیری نداره. نالوتی نالوتیه. سیگار چسبوندم رو دستم و با خودم عهد کردم هر وقت دیدمش زهرمو بهش برسونم. اینا رو گفتم تا بفهمی با کی طرفی. اگه هرچی میگم نکنی قاسم ول کنه دیستم. حرفتو بگو، چی کار داری؟ آها حالا درست شد، من رفیق علیم، اومدم ازت رضایت بگیرم. کور خوندی عمو، به اربابت بگو این تعمیری از اون تعمیری ها نیست. گوش کن قاسم، دو حالت داره، یا رضایت میدی یا نمیدی. اگه دادی که خوش به حالت، اگه ندادی باز دو حالت داره، یا اینجا میزنمت یا وقتی اومدی بیرون. اگه اینجا زدمت خوش به حالت، دوا درمون دم دستته. اگه بیرون زدمت باز دو حالت داره، یا طوری میزنمت که میمیری یا اینکه ناکارت میکنم. اگه مردی که خوش به حالت، اگه نمردی دو حالت داره، یا ناقص میشی یا لمس میشی. اگه ناقص شدی که خوش به حالت، ولی اگه لمس شدی که میشی دیگه هیچ حالتی نداره، میشی یه تیکه گوشت بیخاصیت که یه عمر باسی یه گل جا بشینی و حسرت بخوری. حالا خود داری.
مطلبی رو بهتون بگم. من بعد از 4 سال دارم برمیگردم پیش مادرم و خواهرم. اونا خیلی دلشون میخواد زن و منو ببینم، علف خصوص مادرم. تمام دلخوشیش همینه. میخوام یه خواهشی ازت بکنم. چی؟ میخوام تو رو جای زن خودم معرفی کنم. جای زنیت؟ منو؟ مگه تو زن نداری؟ میدونم قبول کردنش برات مشکله، ولی اونا فکر میکنن که دارم. چرا حقیقت رو بهشون نمیگی؟ نمیتونم، مادر من رو به مرگه. اون خیال میکنه من یه ساله که زن گرفتم، تمام آرزوشم اینه که عروسشو ببینه. بعدش چی؟ اون بیچاره دیگه رفتنیه. تو فقط این چند روز عروس اون پیر زن باش. نه، اگه برات مشکله قبول نکن، هر جا که بخوای میبرمت، یا اگه میخوای بر میگردی. خیالت از اون قرص باشه. اینهاش، همینجاست. راستی یه چیز دیگه، تو خونه منو رسول صدا میکنم، این یادت باشه. چیه؟ چیره این تایی؟ داداش انگار بیدارم. دوم علیک چطور دخمم؟ چه دختم؟ سامی خوشگل شدی. هی حواسم پر کردی، این طلا زنده هاشته. سلام زنده داری. سلام شیرین خانم. عروسه چقدر ماه تو داشت یادی؟ چرا ماهت بوده دکتر؟ مگه آدم ندیدی؟ آخه من از خوشحالی دست پامو گم کردم. اینجا هوا سره، بریم تو سرمون کنیم. چه زن خوشگلی داری داداش، حق داشتی نشون بدی. بس دیگه، تعارف نکن، بیای تو. نه بیا. اگه بدونیم چقدر عکستون رو به خیال خودم روی کاغذ کشیدم زنده داشت. ممنونم، نمیدونم چی بگم والا. راستش منم خیلی دلم میخواست شما رو ببینم. چون چمه دونتون رو بدین به من. وا شما چرا زحمت میکشی؟ خودش هم یادی نداره زنده داشت. بفرمایید. مادرم آرش چطوره؟ همون جوری که تو نامه مینوشتم، یه روز بهتره یه روز بدتر. بفرمایید. پاش چطوره؟ دیگه تکون نمیخوره. مادر کجا بودی؟ چشم من که به این دست نوچارت. مادر الهی فدات بشه، حالت چطوره؟ اگه این 4 تا خط نامرم نمی نوشتی، خیلی بیشتر از اینها دلق کرده. بالاخره آوردمش، عروس تو می کنم. اون عاشقش عروس من. سلام بدر، همینه خودشه. آره خودشه. بیا جان. اسمش تلم. بیا دختر، بیا. مادر جون سلام، حالی چیزی بذار بگوشم. ممنونم. بذار بود کنم. الهی تو برد بگردم. چه بوی خوبی داری، آخ چه تن گرمی داری. خدا یه بار مرد به شکر، دیگه داشتم ناامید میشدم. من که از یه ساعت بعدم خبر ندارم. گفتم آرزوش به دلم میمونه. من مثل آفتاب لده بود. مادر این چه حرفی؟ ماشاءالله حالت خوبتر شده، رنگ روتم بهتره. داری دل خوشی به من میدی؟ شیرین چرا نشستی؟ پاشو برو میوه بیار. الان مادر جون الان. نه ما هیچی نمیخوریم، زحمت نکشین تو رو خدا. مرتب دعوات میخوری مادر؟ الان موقع شربتشه. کدومه؟ اینه هاش، هر 3 ساعت یه قاشق مربا خوری میخوری. بیا مرد بگی بخور.
سرم برو بلوزم یه چیکه بخوریم تا من چایی براتون بریزم. خیلی فرق کردی رسول، شکسته شدی، داری مثل بابات میشی. مال کار، شب و روز تو کشتی کار میکنم، اونم تو جرمای بندر. بفرمی نام ها و پول مرتب میرسی؟ آره خدا رو شکر که بالاخره خودت رسیدی. حالا دیگه فقط دلم میخواد با عروسم برم زیارت حضرت معصومه نذر کردم. آخه تو که نمیتونی حرکت کنی مادر. تو منو ببر، حالا که طلا اومده تا نمردم این کار رو بکن. تو چی میگی طلا جون؟ این تنها آرزوی منه. هرچی زودتر بهتر. داداش جاتون حاضری دبر چند شب شیرین جاتونو میندازه که شما بیایی. حالا دیگه بریم بخوابی خسته. کاری نداری مادر جون. خدا پشت و پناهت، راحت بخوابی تلاج. قربون شما خانم جون. سون چی ساعتی بیدارتون کنم؟ زحمت نکش آبجی، من عادت دارم خودم صبح زود بیدار میشم. خیلی خوب باشه. شبت بخیر مادر. شب خوش. شب بخیر. شب بخیر دختر. شب بخیر. برو تانه جام، برو بری. من گیج شدم، نمیدونم چی بگم. این شب، این خونه، این مادر و دختر. تو بهشون گفتی تو کشتی کار میکردی، مگه تو زندون نبودی؟ علی برات اونجا نامه نوشت که علی واسه من نامه ننوش. من اکبر نیستم. اکبر نیستی؟ اسم من رسوله. من تا حالا علی رو ندیدم، واسه همینم نایمدم دادسرا دیدنش، چون نامی رفتم. پس چرا اومدی سراغ من؟ واسه اینکه به یه زن احتیاج داشتم، زنی که بتونه آرزوی مادرمو برآورده کنه. تو حد داری طلا، ولی دلم میخواد خوب به حرفام گوش بدی و خودتو بذاری جای من. من 4 سال پیش اینجا رفتم به زن احتیاج داشتم، زنی که بتونه آرزوی مادرمو برآورده کنه. تو حد داری طلا، ولی دلم میخواد خوب به حرفام گوش بدی و خودتو بذاری جای من. من 4 سال پیش اینجا رفتم بندر واسه کار، اما چیزی نگذشت که سر یه قضیه قاچاق افتادم زندون. واسه مادرم نوشتم دارم کار میکنم، 4 سال براشون نوشتم وضعم خوبه، توی کشتی کار میکنم، خونه دارم، ماشین خریدم، حالم خوبه، چاق شدم. همش واسه اینکه قصه نخورم، سرشون بالا باشو پیش در همسایه‌ها به پسرشون افتخار بکنم. تا اینکه خبردار شدم حال مادرم خیلی بده. چی کار میتونستم بکنم؟ واسه هم نوشت زن بگیر، منم نوشتم گرفتم، نوشت بیارش تهرون، اما نمیتونستم، هی امروز فردا کردم. تصمیم گرفته بودم وقتی اومدم بیرون همه چی رو بهشون بگم، اما درست 2-3 روز قبل از آزادیم یه نام اومد که مادرم رو به مرگه. نوشته بود میخواد عروسش ببینه، همه دلخوشیشم اینه که با عروسش بره قم، بره پابوس حضرت. وقتی اومدم بیرون دیگه مخم کار افتاده بود، نمیتونستم وقتی دیدمش چی بگم، چجوری بگم. از کجا منو پیدا کردی؟ چجوری فهمیدی منتظر یه آدمی به اسم اکبرم؟ من تو زندون با اکبر آشنا شدم، ما با هم خیلی رفیق شدیم. اون مرتب از علی حرف میزد، واسه هم گفته بود علی چجور آدمیه. اینقدر از اون گفت که دیگه انگار خودم علی رو میشناختم و سالها باش رفیق بودم. اکبر یکی 2 روز جلوتر از من اومد بیرون، وقتی من آزاد شدم تو یه مهمون خونه دیدمش، تو همون بندر. گفت منتظر پوله، بس نشسته بود تا علی براش پول بفرسته. منم در بره دنبال هم بودم، غروب همون روز از طرف علی مرد اومد که پول آورده بود با یه نامه. اکبر سواد نداشت، نامه رو داد من بخونم. ما با هم خیلی قاطی شده بودیم، نامه رو براش خوندم. اون اسم طلا تو دستمون منتظر اکبره. به فکر افتادم، دیدم این تنها راهشه که میتونم جلوی مادرم سر بلند و رو سفید بشم. اینجوری خودم جای اکبر جا زدم. میدونستم وقتی بری دادسر دیدن شوهرت حتما از من حرف میزنی، واسه همینم مثل اکبر راه رفتم، مثل اون حرف زدم، مثل اون غذا خوردم، مثل اونم واسه علی سوغاتی آوردم، یه قوطی سیگار با یه کمربند. این اول آخر مطلب بود طلا، از این به بعدش دیگه دست توه. مادرمو دیدی، رو به مرگه.
این تویی که میتونی اون پیر زن رو به مرگ و به آرزوش برسونی. اون فقط به عشق همین تالا زنده مونده. من نمیدونم چی بگم رسول. علی؟ علی چی؟ اگه بفهمه؟ من خودم همه چی رو بهش میگم تلا. یعنی قبول میکنه؟ تو خلاف شر نکردی. اگه اینجا اومدی با آدمی اومدی که خیال میکردی جای برادرته. منم کم از برادرت نیستم. به امام هشتم، به همون خدای احد و واحد، تو این سفر یه نگاه ناپاک بهت نکردم. از این به بعدش هم همینه. حالا فردا میریم قم؟ اگه تو راضی بشی. وقتی برگردیم چی؟ میبرمت خونه یه دایی علی. پس باید زودتر بخوابیم چون فردا بازم باید بریم سفر. تلا چی؟ تو قلبت مثل دریاست. علی آدم خوشبختیه که تو رو داره. تو هم تو همین اتاق میخوابی؟ مجبورم. آخه اونا فکر میکنم ما زن و شوهریم. من این گوشه میخوابم. واسه اینکه دلشوره چیزی رو نداشته باشی این چاقو تا صبح کنارتون میمونه. هر وقت خواستی میتونی ازش استفاده کنی. برم بیشتر در میمونم. تو توی این شهر دشمن زیاد داری. حالا گیرم ناروا. اما داری. منظور چیه؟ میخوام بدونم قضیه نامه رو با کی در میون گذاشته. فقط آقا ماشال میدونه که اصلا به اون فکر نمی کنه. دیگه جز من و تو هیچ کی نمیدونه. چرا؟ یه نفر دیگه هم میدونه. کی؟ زنه. خب آره، ولی چه نتیجه میخوای بگی؟ هیچی. میخوام بگم یادت نره که اونم میدونه. سلام عزیز خانم. سلام آقا ماشین. بفرمین بچین عزیز خانم، بفرمین. چه عجب این طرف ها. امروز شنیدم طرف علی رضایت داده. آره آره، میادش بیرون. بفرمین. علنه دیگه باز پیداش بشین. خدا خونه. کاریش داشتیم تو این چند روزه خونم شده بود مثل قبرستون. هر جا میرفتم علی رو میدیدم. انگار همه جا بود و هیچ جا نبود. دیگه طاقت نیاوردم. اومدم بهش بگم اگه خودش بخواد میتونه زنشو بیاره خونه. دیگه خیلی دیر شده عزیز خانم. مگه چی شده؟ اون زن با یه غریبه رفته. با یه غریبه؟ آره، اما چشو گوش بسته. خودش هم نمیدونست چی کار داره میکنه. فکر میکرد رفیق علیه. یعنی هممون همین فکر رو میکردیم. خدا کنه طوریش نشده باشه. علی چی؟ خودش میدونه؟ عزیز حالا دیگه میدونم. تو اینجا چی کار میکنی؟ اومده بودم عقب بگم. باز چی؟ اومدم بگم در خونه به روی تو و زنت بازه. بالاخره راضی شدی؟ آره، اما انگار تو خودت هم نمیدونی زنت کجاست. آخرش همون شد که من گفتم، تو رو گذاشت و با یکی دیگه رفت. تو چیزی نمیدونی عزیز. تلا گناهی نکرده. دیگه چی کار کنه که اسمش گناه باشه؟ همه گفتن نانجیب بوده. گفتی قسمش دادی و توبه کرده. حالا دیگه چی میخوای بگی علی آقا؟ نازیز. حالا که رفته. آقا ماشالون ساک ما رو بده. دیگه باست را بیفتی. میخوام بریم تهرون؟ آره. خدا پشت پناهت علی آقا. به یاری حق سعی ساله پیدش بده. آقا ماشال حساب ما چقدر میشه؟ کدوم حساب؟ همون چند روزی که من و طلا اینجا بودیم. اون آقا حساب کرد. کدوم آقا؟ همون که گفت اسمش اکبره. گفت من و علی این حرفا رو با هم نداریم. من و تو با هم خیلی رفیقم علی. خودت میدونی که رود قسم میخورم. میخوام با هم رو راست باشی. مگه نیستیم؟ تو یه چیزی رو از من پنهون میکنی. چی رو میخوای بدونی؟ زن تو چجور آدمی بوده؟
هر چی بوده من از بین خیلی ها انتخابش کردم. ولی مادرت گفت نانجیب بوده. آره گفت بوده. این قضیه مال خیلی پیشتر هست. پس بوده؟ چه فکری تو سرت اکبر؟ همون فکری که تو از سرت بیرون میکنی. من رفیقتم علی. اگه نبودم اینطوری باهات حرف نمیزدم. اگه نبودی نمیذاشتم اینطوری حرف بزنم. بس حالا که هستم بذار حرفمو بزنم. اینجور زنا مثل آسمون بهاره. هر روز یه شکلن. وقتی تشنه ای میبارن تا بخوای سیراب بشی خشک میشن. نمیشه بهشون اطمینان کرد. تا حالا از اون آشنی؟ چرا؟ چون زن تو شده؟ تو از جنس زن دلت خونه؟ چون یه دفعه رو دست خوردی. اما من رو طلاق حساب میکنم. اون واسم قسم خورده. قسم خورده و نخوردش یکی علی جون. از دست نربرم مال من بود. اما بهم کلک زد و این همه سال منو انداخت زندون. اینو تو دیده بودی؟ سوخته. آره خودم سوزوندمش تو زندون. خواستم یادم نره که به خاطر یه زن آدم کشتم اما به هم ناراضت. مال تو فرق میکنه اکبر. تو دست اون زن حلقه نکردی. درسته اما به خاطرش آدم کشتم. ولی تو که حلقه دست یه زن اینجوری کردی بیشتر از من حواستو جمع کن. زن تو اگه میخواست با یه نفر بره میتونست. خودت جلو پاش را گذاشتی. کافی بود قضیه رو به یارو بگه اونم بیاد مسافرخونه و خودش اکبر جا بزنه. بفرمایید. دستون درد نکنه زنده ای. شما هم بفرمایید. خیلی ممنون. چرا خانم والده تشریف نیوردن؟ ایشالله بعد. ما خودمونم بی خبر اومدیم زنده ای. کار مهمی با خانده ای داریم. من میرم بیرون کل مستحب. کاری داشتی صدام کن. باشه باشه. یالله. خب عزیزه تقصیری نداره. مادر دیگه عقلش تو دلشه. دلشم پر از محبت مادریه. پای تلفن گفت میخوای زنه رو عقدش کنی. ازم خواست بیا اونجا جلوتو بگیرم. شما چی بهش گفتین؟ راستش بهش گفتم علی سرد و گرد چشیده است. خودش واسه خیلی ها مرشده. بفرما بفرمین. خیلی ممنون. خب بگو ببینم حالا چی شده. فراموشش کن خانده ای. اون زن قرار بود بیاد پیش شما. پس چرا نیومده؟ خب ما میخواییم همینو بدونیم. یا علی. خب حالا کجا میری؟ حالا چند جای دیگه سراغ دارم. برم شاید پیداش کنم. اگه پیداش کردی در خونه من به رود بازه. مهمونت هم مثل خود درج قرب داره. خدا بزرگی کمت نکنه خانده ای. علی من میخوام فقط یه چیزی بهت بگم. تو افتخار طایفه ما هستی. همیشه دلم میخواست پسرهای منم مثل تو جوون مرد بار بیان. راه و رسم زندگی رو از تو یاد بگیرن. اینا چیزاییه که خیلی مشکل گیر میاد. پس آسون از دست نده. بیا چراقا بیا با. حالا میخوای چیکار کنی؟ میریم جاهایی که قبلا بوده. سراغ آدمایی که میشناختنش. یه زنی هست که طلا یه وقت رفته بوده پیشش. شاید اون خبرش داشته باشه. بهش میگن گلی خانم. بله. سلام آبجی. گلین خانم شمایی؟ با من چی کار داریم؟ دنبال یه زنی به اسم طلا میگردیم. اسم من آورده؟ آره. خیلی وقت پیشا اینجا میواده. آلا پیشترها به هم سر میزد. کس و کاری نداشت. یه دفعه هم بچهشو انداخت. تازگی ندیدینش؟ چند سالی میشه ندیدمش. نمیدونی کجا میشه پیداش کرد؟ خبرش از یه آرایشگاه داشتم بالای شهر. ببینم اسمش نمیدونی چیه؟ خیلی بزرخان بزرخان با شما کار دارم. کیه؟ دوتا مردم. دوتا؟ سلام وایسر. آه جون من. تو سر خانم آرایش کن بیگودیاشو با کن. من الان بر میگردم. معذرت میخوام جونی. آخه دو نفره نمیشه نرخ. خواهش میکنم. بفرمید خوشگلای من. ما عقبه یه زن میگردیم. اسمش طلاست. من میشناسمش. یه وقتی اینجا کار میکرده. خیلی ها اینجا کار میکردن. اینجوری که یادم نمیاد. بلا یه خود فکر کن آبجی. طلا رو شاید یادت بیا. طلا؟ آره بلا حالا یادم اومد. دو سه ماه اینجا بود اما باهاش معاملم نشد.
هیچ وقت اینجا سر میزنه؟ اگه کاری داشته باشه پول بخواد. اگه پول بخواد میره پیش آقا جمال جونی. آقا جمال کیه؟ کافه داره تو لاله‌زار، همه میشناسنش. بریم اکبر این نصف کارت بابا. ببینم زیبا روی من. شما چرا موهاتون رو فرتونی نمیزنی؟ خیلی بهتون میاد. مامان جونم ایسه نمیده. بخ 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 خاک تو سرت مردشو. آه مردم اینقدر خشی. و ویله لیلی تو زده دارم خیلی. و ویله لیلی تو زده دارم خیلی. تو لیلی من مجنون، تو شادی من دل خون. زه خیمه یه بلبل منو مکن بیری. مبادا یک شب در حوضی باشی، مبادا روزی مال کسی باشی. تو لیلی من مجنون، من دل خون. زه خیمه یه دیگه قلبم کفاف این همه سرشکستگی رو نمیده. دیگه نمیتونم بیام اکبر. باشه پس تو همینجا باش علی، من میرم و بر میگردم. اینجا چی کار میکنی مرد؟ دنبال چی اومدی تو این محله؟ تو این خونه ها که پر از نکبت و بدبختیه دنبال چی میگردی؟ نگاه کن خوب، دور براتو نگاه کن. دیرم پیداش کردی. چی میخوای بهش بگی؟ چی کار میخوای بکنی؟ اگه تو این محل چشت تو چشش بیفته چی داری بهش بگی؟ چی میتونی بگی؟ نه علی ببرم اینجا نیست. علی جون گفتم اینجا نیست، را بیافت بریم. بریم اینقدر تو فکرش نباش، را بیافت بریم. Thank you.
اگه از اون درد دری نجاتش بدم، اگه از اون زندگی خلاصش کنم، دیگه همیشه پیشم میمونه. بعد که واسه خاطر اون آدم کشتی لام داد طلاق اینطوری نی؟ من نمیدونم. خدایا اون الان کجاست؟ با کیه؟ چی کار داره میکنه؟ چیه علی؟ تو هم میخوای مثل من دستتو بزوزونی؟ آره اکبر، اگه این فکرهایی که تو سرم دور میزنه جلوی چشم بیاد بهش فرصت نمیدم. تو یه چشم هم زدم میکشمش. بفرمایید خانم. علی آقا تشریف دارن؟ نه خیر، رفتن بیرون، دوستشون خونه. اکبر آقا؟ بله. میشه بی زحمت صداشون کنی؟ بله. پس خواهش میکنم. چشم. اکبر آقا یه مردی اومده با علی آقا کار داره. میخواستیم بگی نه؟ نرفته، منتظر شماست. گفتم شما اینجایی. الان میام. سلام اکبر. هچی اتواری من تو اینجا چی کار میکنی؟ علی رو از کجا میشناسی؟ حالا خوب اکبر جون، فکر میکنم دو مرتبه افتری زن باشی؟ آخه همیشه میگفتی پاک که برسه تهرون اون زنه رو میکشی. نه بابا نشده، هنو نرفتم سراغش. بگو ببینم مادرت چطوره؟ ای دیگه آخراشه بیچاره پیرزن. بینم علی هست؟ نه. کاریش داری؟ آره خوب شد دیدمت. یه مطلبی هست که باز بهت بگم. راجبه چی؟ زنش. زنش؟ تو مگه چیزی میدونی؟ آره اکبر بی بیرون باید خیلی حرف دارم. خانم بالا. بله. من میرم یه سر بیرون، اگه علی اومد بهش بگیم باشه تا من برگردم.
باش خودت تلاس داره میره خونه گرشاد تنوشون در اشاد چقدر بدم آقا خونی شد آن بس بی حرکت از اسلام دادی؟ چی میخوای؟ بازم که این مردی که پایین نشسته من میخوام نش بشم میفهمی؟ اون به من قول داده از اینجا ببرتم بیرون آخه تو چی میخوای از جون من؟ تو باز مال من باشی هرکی بخواد تو رو بگیره میکشمش عدس گفته بودم میکشمش گوش کن فردا تو ساختمون خرابه میبینم جای همیشه گی اگه نیایی بای با حالت حالا خود داری بی حرکت هر وقت ببینمت میکشمت انگر کشید گاف منم شمر بی حیا کار من است کشتن مظلوم کربلا زینب دلت خوش هست که داوید برادری بریم تو من بی برادر هی با تو هم تو برو من الان برمیگردم تو چه نخواهی بری؟ مگه نمیای تو؟ برم زودتر به علی خبر بدم طلا که جایی نمیره آی تاکسی میگرد جایی نمیره همین جا با همین تاکسی جنگی میرم برمیگرد منتظرمون نظر یا زود میام طول نمیکشه فعلا قربون قربون است رو دست مثل تو خدا پس به سلامه فریدون و بشنگ دیگه شاخرش نگفتی باز چی من آوردی اینجا بخور علی بعضی چیزا رو نمیشه به این آسونیا گفت چه چیزایی رو انگار هرچی فکر میکردیم داره راست در میاد لب به تو کناک بار نفسمو گرفتی نفست نفس یه رفیقه واسه همینه که جرعتشو ندارم طلا آره خبری ازش شنفتی بدتر دیدمش کجا تو خونه یه مرد تو چی میگی اکبر؟ بد زخمی علی اما با چشای خودم دیدم با هم دیگه ناموس یکی شدن لعنت یارو رو میشناسم بهش گفتم از کجا میدونی شوهر نداره بهم خندید و گفت دیگه قصدشم تو حوض خونه من میکنه اکبر آروم باش علی آروم جاشو بلدی علی بگو واسه یه همچین زن بدکاره ای نخوا تو درد سر بیفتی واگذارش کن به من گفتم جاشو بلدی میدونم چی میکشی علی حداقل من یکی خوب میفهم من نه زندگی دارم نه کسی چش برمه بذار من درد دلم و یه چیزی آروم میکن میخوام خودم نفسشو بگیرم اگه رفیق منی فقط جاشو نشونم بده باشه بزن کیه؟ داداش رسول تویی؟ شما کی هستین؟ چی کار دارین؟ کجاستون؟ بیا بریم آخه شما با کی کار دارین؟ چی میخواستین؟ کپ کنی ببینم بکش کنار آخره با اون زن کار داری؟ چی میخوایی که این خونه رو بکش کنار؟ بلکن دختر من دنبال تو کجا میگیدو بشم خونه نیست؟ اکبر باره؟ باره گیره تو بودم هر دست مرمره چی میخوایی؟ به این گیره زن رفت کنون باره؟ به
دختره شعبون یادت میاد؟ واسه خاطر تو همه کار کردم. عروس من چی کار داری؟ تو کی هستی؟ ایمو کشتم که تو مال من باشی. یا فاطمه زهرا. اما تو من یو ببینم میکشم. من میکشم. بلن کن. بیرو. بلن کن بیرزم. اصافت حرفه به کاری دستم بهت نمیشه. یا اینجا کلا دیگه بختشه. نه این کارو نکن. چرا علی؟ اون مستشت مرگه. ببینم من با از خونشو بریدم. کمک بیای کمک. برم کن برم کن. این حق من علی. 6 سال منتظر بودم تا چشم تو چشم ارداس بیفته. بای که بینم ارداس گفتم بای تو من کاری نکم. از دست من نمیتونی دست من با این اینجا یکی به داده یک هر خبر کن. خدایا چی خواهی سر جا تو خواهی جانو فرگیه میخوشمش. برگرد سر جا. هر کدومتون تکون بخوری خونش میره. واسه خاطر کی اکبر من؟ واسه خاطر خودم. این همون از دسته که روزگارم رو سیاه کرد. به خاطرش افتادم تو زندون. 6 سال عمرم سوزدم. حالا ولکنش نیستم. بلش کن هر تو زندون همش جلوی چشم بود. روزی هزار رفت تو سرم نفسشو میگرفتم. حالا دیگه واسه تماس خدا شما یک کاری بکنید. داره میخوشه. من گناهی نکردم علی. میخواستم عروسی کنم از کافه بیام بیرون. ولی اکبر ولم نمیکرد. آخرشم اون فیشره رو کشت. نذار منو ناحق بکشه علی. نذار اکبر وایس سر جات علی. تو گفتی طلا بهم خیانت کرده. دروغ گفتی. آره من طلا رو نمیشناسم. اینی که دارم میبرمش حق دست خون حق دستم حق منه. نمیخوام جلوی تو بکشمش. به من نزدیک نشو. این کارو نکن اکبر. من گناهی ندارم. رحم کنی. خدایا اینا کیان دیگه؟ داداش برش کنه اکبر. داداش من نمیدونم. اون که لباس سیاه تنش بود طلا میشناختش. اسمش علی بود. شد بلاخره رسی. بلش کن بلش کن علی بلش کن علی.
واسه من ساخت زنجیر حلاک، اگه تلخ روز من، سلام مادر، اگه تیره مادر، پس مریم که مادر اونو هاش داره میاد پنجو سر